درود بر یکایک تمام همیهنان عزیزم و درود فراوان من به تمام عاشقان ایران. آنچه در این برنامه خواهید دید: نویسیم روی بر روی آب توی دفتر بعد از مهسا. I forgive when it's anything concerns me personally. من قد در زندان ها مکافات کشیدم. مافیا تو ندیدی، ران تو ندیدی، تحفه به چی فروش آب و خاک ندیدی. فردا روزگاری به سر شما ها خواهد اومد. ای ساربان آهسته رو. خودش نه اون سپاهی و نه اون بسیجی و یعنی آقا فرار کنیم، نگاه کنیم. سیمین بری گل پیکری یاری از ماه و گل زیبا. من هرچی بگم کم گفتم، ولی بدونید تا اونجایی که بتونیم افشاگری میکنیم و مسئله حجاب و به عنوان حجاب حکومت نظامی به وجود آوردن، ناموسای ما، دخترای ما رو، بچهای ما رو به زمین میکشنن و تجاوز میکنن و آخرش هم ما نبودیم، ولی نمیرن سراغ دزدان سرگردنه، اون افرادی که مغزاشون شستشو شده، چرا نمیرن وطنشون دفاع کنن؟ چرا نمیرن دینشون دفاع کنن؟ دین این جمهوری اسلامی دین ایران نیست. ای ملت، با تمام هوشیاری که دارین شماها و ما در غم و اندوه شما هستیم، اینه که بدونید دنیا اینطور نمیمونه. به خدا دنیا اینطور نیست، زمان عوض خواهد شد و نقشه گربه ایران سر جای خودش قرار خواهد گرفت، چون اسارت و فرهنگ ملی ایران بعد از کوروش کبیر، ماها مدیون خاندان پهلوی هستیم که پس از سالها قرن مملکتمون رو به عرش خدا رسونده بودن و نامردهایی که چش نداشتن قدرت رو ببینن و صلح رو ببینن در دنیا، به خاطر این که بخوان در مناطق مختلف جنگ باشه، مملکت ما رو داغون کردن و شاهنشاه ما رو بردن. ای کاش شاهنشاه ما نمیرن و تا آخرین قطره خونش ما میستاد و نمیذاش چنین تیمسارهایی که خودش بزرگ کرده با مخارج خود دولت همه جلوی جوخه تیرباران برن. You've often said that you have never sentenced to death anyone who has attempted to kill you. How many attempts have there been? One, but he was killed by the security people. Then the second, 5-6 people were involved. They were all pardoned by myself. And indirectly, we know that there have been some attempts which did not materialize. And they have been also pardoned. And this has been my policy and probably will always be my policy. I forgive when it's anything concerns me personally. And I can't do it when it concerns the country and the state. من قد در زندان ها مکافات کشیدم، چند شکنجه بدنی و چه شکنجه روحی واقعا پدرم در اومده. این داستان رو که میگم فقط ملت هوشیار باشه. این افرادی رو که اینا کشتن حتی آزارشون به مورچه روی زمین نرسیده بوده و اون خلخالی دیوز بدون چون و چرا دستور میگرفت و اعدام میکرد. مهدی عراقی، گروه مجاهدین، همه در انتقام گرفتن بودن. اون بازاری ها به خاطر که داد و ستد داشتن و چک و سخته داشتن، اگه یه پلیس جلب میبرد ناراحت شدن، پلیس ها رو دادن. من خیلی میدونم واقعا وقتش نداریم که این صحبت ها رو بکنیم.
یه روز دنیا روشن خواهد شد. ملت ایران چقدر نجیبه، ملت ایران چرا گول خورد؟ افسوس 45 ساله هنوز نه دنیا و نه اون ملت قدرت داره پیش از این کشته بده. 45 سال داره کشته میده به خاطر عشق وطن. بابا شوخی نیست، به خدا شوخی نیست حرکت ها این حرفا. ای ساربان آهسته رو، کارام جانم میرود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او در استخوانم میرود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. واقعا مردایی که اینا مغزاشون رو شستشو دادن، اصلا نالج ندارن، نمیدونن برای چی زنها رو میزنن، برای چی هم مملکت دارن دفاع میکنن، برای چی این ملاها دارن دفاع میکنن که بدوزن و ببرن، صاحب همه چی باشن، خودش نه اون سپاهی و نه اون بسیجی و نه اون ارتشی آه در وسط داشته باشه. فردا روز قیامه. کلاس رو ندیدی، فساد رو ندیدی، شلیک مستقیم سپاه رو ندیدی، مافیات رو ندیدی، رانت رو ندیدی، تحفه به چی فروش آب و خاک رو ندیدی، ریات رو ندیدی، روی سیات رو ندیدی، اون رنگ رفته یه هنات رو ندیدی، لابیات رو ندیدی، مالکشات رو ندیدی، اون بره آبش و حال بچه هات رو ندیدی، ندیدی، نشنیدی، چون که با ما غریبی، یه چخ تو شر بزن شاید تو همه خواب پریدی. جوانای ما رو دارن میکشن، کنارشون باشی. فردا روزگاری به سر شما ها خواهد اومد اگر بی‌وطنی کنیم، اگر بی‌شرفی کنیم. اینو بدونیم، خودتون شاهدین که دیگه این دولت جا نداره، نمیتونه در خودش بقبوله که قادر هست دو ما دیگه مملکت رو به چرخونه. نمیدونه اصلا چرخش نده برد بسن، دارن دوزای سرگردنه که چاپیدن و بردن همه رو دارن آزاد بکنن، ولی هنرمندای ما رو میخوام اعدام کنه. عجب شرفیه، عجب وجدانی، عجب دنیاییست. آخ خدا، تو که دین اسلام رو آوردی، تو که این مذهب رو گفتی من آسمون آوردم و خونم مکه‌ست و کجایی؟ چرا داری کاری میکنی دنیا رو برگردونه از اسلام؟ ای زندگی بدون هیچ موقع فراموش نمیشه، هیچ موقع هم به زمان گذشته نمیرسی. زندگی زیباست، زیبا کلام. دارم میبینم هنرمندان جوان ما با تمام وجودشون، با تمام شایستگیشون در خاک خودشون دارن موزیک و پرورش میدن، چه مرد چه تن، و این باعث افتخاره و احساسشونو و قلبشونو برای نجات ایران میدن. همینطور که تو موج سالهی به وجود اومده و الان تو موج سالهی بعد از مهسا و برگرده به تو موج سالهی و الان دنیا روی تو موج سالهی داره حرکت میکنه و آزادی اون و دگرگونی جمهوری اسلامی رو میخوان. با صدا میام همه جا تو رو می نویسم، روی آینه گریه هام گونه های خیسم. ای که منی یه اسم تو آسمون پاکه، ریشه ی صدا نبض عشق زیر پوست خاکه. بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پر پرنده، رو اطراف. بیا بنویسیم روی برگ، روی آب، توی دفتر موش، رو دریا.
عجب قیامتی خواهد شد، عجب روزگاری خواهد شد که ببینیم دونه دونه این آخوندها به دم الاغ بسته شدن و تو خیابونهای پهلوی کشته بشن. مگر همینطور که داره کارادا اعلام میکنه ما ویزا میدیم بیاین بریم با. یعنی آقا فرار کنیم، نگاه کنیم چطوری ابرقدرت‌ها چطوری آدمای دزد و آلکاپونا رو داره مکان میده. خیلی مهمه، یعنی کار رژیم تمومه، میگه آقا فرار کنیم پولا رو بیارن تو مملکت من، مملکت من با پولای شما ساخته شده. عجب سیاستیست در دنیا، عجب، نمیخوام حرف بدی بزنم، ای غیرت ایرانی کجایی؟ دریاب خودتو، دریاب سرزمین و خونه خودتو، دریاب ناموستو، دخترتو، فرزندتو. والا دلم گرفته از روزگار، نمیدونم چی بگم، چطوری حرکت کنیم. و هر روزی گفتارای ما مشکله و آسون نیست که برای شما ها بتونیم چنین پروگرام قوی رو عرضه کنیم و مانند یه داکومنتری استوری به شما عرضه داریم میکنیم. و این شماهایی که قدر این کار رو بدونیم و واقعا تیم من زحمات زیادی میکشن و من ازشون تشکر میکنم. شوخی نیست، من تنها نیستم، من همیشه تیم ورک کار کردم و عشقم تیممه، وجودم تیممه و برای همینم در روبرو همتون نشستم با شایستگی کامل و موفقیت کامل. برای همینم کمپانی MGL داره آتش‌بازی های خودش انجام میده در هر شهر و هر مملکتی داره دونه دونه تلنده های خودش انتخاب میکنه. چقدر زیباست که MGL با تمام تیمش، با تمام وجودش داره به عنوان موزیک و عشق به موزیک صلح و در میان مردم به وجود بیاره. این یک هدف بزرگیست. من میترسم که یه روز بیداشم ببینم این روزا تنهای خواب بودن. من میترسم ندیم این روزا سیمین بری گل پیکری آری از ما زیباتری آری همچون پری افسونگری آری دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من سرگشته کویت منم نداری خبر از من. MGL موفق ترین تیم پردکشنی هست لحاظ اینترتینمنت در دنیا. جاوید باد سرزمین ایران، جاوید باد شاهنشاه پهلوی دوممون و پرنسس یاسمین، زنده باد زن، زندگی، آزادی.